گفتگو میکنم با رضا طالبی، روزنامه نگار از برلین. سلام میکنم به شما آقای طالبی. دولت بایدن در دوران حسن روحانی و حتی پس از اون هم برای احیای برجام تلاش کرد، چرا حالا کاملا تغییر موضع داده؟ عرض ادب خدمت شما و بینندگان محترم. خب از خیلی وقت پیش که دولت بایدن فقط مسائل مذاکره با جمهوری اسلامی رو محدود به برجام نکرد، چون جمهوری اسلامی ایران وارد بحران‌هایی در منطقه شد که برخی از اونها ادامه دار بود، مثل بحران‌هایی که در عراق، سوریه و غزه بود و برخی دیگر مثل جنگ اوکراین به اون اضافه شد. ما میدونیم که تلاش‌هایی در این زمینه صورت گرفت و حتی در عمان یکی از مهمترین مسائل فارغ از برجام این بود که موشک‌های بالستیک به روس‌ها داده نشه و در دولت گذشته رئیسی علی‌رغم کارشکنی‌هایی که در داخل هم خود جمهوری اسلامی ایران یعنی کسانی که در ساختار بودن انجام میدادن، صمیمیتی از سوی جمهوری اسلامی ایران برای تدبیر این مسائل وجود نداره. حتی آقای کربی و حتی آقای متیو میلر هم که نسبت به این موضوع اشاره کردن، واقف بر این هستن که در این فرصت بسیار کمی که وجود داره برای انتخابات ایالات متحده، استفاده از چنین اهرمی از سوی جمهوری اسلامی ایران برای گرفتن امتیازات خاص میتواند هم انتخابات ایالات متحده رو دچار بحران بکنه و هم تشدیدها رو در منطقه افزایش بده. بنابراین اونها هم بر همین مسئله واقف هستن که سیاست‌های کلی جمهوری اسلامی ایران در مورد مسئله جنگ اوکراین و اشغالگری روسیه و همچنین مسئله غزه تابع رهبر جمهوری اسلامی ایران هست و اگر دولت در ایران تغییر میکنه، کماکان سیاست‌های کلی و دیپلماسی خارجی منوط به هدایت‌هایی است که توسط رهبری به ویژه توسط باند کمال خرازی انجام میشه و آنچه که مشخصه دولت فقط در این مسئله یک خدمتگزار و یا یک تدارکاتچی خاص هست و تصمیمات جامع‌تر رو بهتر علی خامنه‌ای انجام. آقای طالبی، اشاره کردید که بیشتر سیاست جمهوری اسلامی بر اساس دستورات علی خامنه‌ای، اما همین دیروز شاهد بودیم که نامه نوشت پزشکیان به حسن نصرالله، با پوتین هم گفتگوی تلفنی مفصلی داشت. به نظرتون اصلا انتظاری میشه داشت که سیاست بین المللی جمهوری اسلامی تغییر بکنه و اگر نکنه چه انتظاری میتونیم از سیاست خارجی جمهوری اسلامی داشته باشیم در دوره جدید؟ خب ببینید، یکی از محورهای انتخاباتی آقای پزشکیان مسئله برجام و دیپلماسی خارجی جمهوری اسلامی بود که از FATF گرفته تا مذاکرات هسته‌ای. اما آنچه که مشخصه سیاست منطقه جمهوری اسلامی ایران در دولتی که آقای پزشکیان قرار هست که این دولت رو تشکیل بده، سیاست تعدیلی نیست بلکه سیاست ترمیمی است. یعنی اینکه سیاست‌های کلی عوض شده و 180 درجه مشاهده کرنش علی خامنه‌ای به نوعی در قبال ایالات متحده و اسرائیل باشیم نخواهیم بود. حتی در مورد مسئله روسیه هم می‌بینید که روس‌ها بسیار نگران بودن و خیلی جالب بود قبل از انتخابات آقای پزشکیان اولین بار بود که اسپوتنیک با پزشکیان مصاحبه کرد و در اون مصاحبه رویکرد نگاه به شرق علی خامنه‌ای رو هم ایشون تایید کرد. همچنین ایشون کماکان تایید کرد که سیاست‌های من سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری است. ما باید ببینیم که این جعبه پاندورایی که به زعم اونها مقام رهبری جمهوری اسلامی ایران در نظر گرفته آیا باز خواهد شد و آیا ما باز شاهد نرمش قهرمانانه خواهیم بود، ولی من فکر نمی‌کنم که این در کوتاه مدت انجام بشه و کماکان رویکرد ایشون به این خواهد بود که در درون کشور یک نوع برجام رو داشته باشه، در خارج از کشور سیاست‌ها رو ادامه بده. بسیار ممنونم از توضیحاتتون آقای طالبی.